همین جوری دیمی یکی از قسمت ها رو کلیک کنی حدود 50 درصد بوده خب درسته دیگه یعنی خیلی جالبه وقتی تعداد سوالات زیاد بوده دق... رقم دقیقش هم ظاهرا مثل که چهل و نه ممیز هفت درصد بوده چهل هفت درصد موارد یعنی پنجاه درصد موارد رو درست زدن یعنی شما سکه هم مینداختی تاس هم مینداختی همینقدر میرسید پنجاه درصد یعنی کاملا نشون میده رندوم جواب دادن اما چیزی که شبه برانگیز بود اینه وقتی به کمک اون صفحه احزار رو ویا عمل کرده بود شما ببینید حدود 65 درصد درست, درست جواب داده بود و این 15 درصد تفاوت معنی دار بود یعنی به عبارت دیگه ناخداگاه ما یه چیزی حدود 15 درصد سوالات رو بهتر از تصادف جواب داده بود در حالی که وقتی از افراد پرسیده بودن جواب سوال رو میدونی یا نه پاسخ شفایشون بود نه نمیدونم هیچی به ذهنم نمیاد اصلا این چیزی که شما میگید من نشنیدم خب تئوری ناخودآگاه این رو میگه که نه نمیشه که نشنیده باشی احتمالا توی جای شنیدی یکی برات تعریف کرده ولی خب فراموش کردی ولی رد اون اون تریسش روی ناخودآگاه شما مونده خب اگر همین کار رو در مورد سوالاتی که طرف جوابش را میداند یا این حس رو داره که آره آره این آشناست این سوال آشناست آره آره یه زی فکر کنم بزی ذره فکر کنم این رو بپرسند میبینی که پاسخ آگاهانه یعنی این سفید رنگه اونی که به کمک ماوس و کلامی میده بهتر از پاسخی است که به کمک صفحه احزار رو میده خب این مقاله گشو خیلی میگم بسیار بهش استناد شده که ببین ما ممکنه اطلاعاتی رو نداشته باشیم و به صورت خداگاه احساس کنیم هیچی راجع به اون نمیدونیم ولی وقتی ولش کنیم سیستم موتور ما در واقع یه ذره جواب بده اگر اون کنکوریا و اونایی که تست چهار جوابی دارن تا اینجای مقاله اومده باشن تا اینجای بحث و دنبال کرده باشن معنیش اینه که اگر جواب یه چیز رو اصلا نمیدونی اون میخوای تصادفی بزنی باید یه ذره دستت رو لغ کنی شل کنی انگار مثل اون پاندوله هست و یه حالت خلسه یه هیپنوتیزمی بهش بدی البته اگر وقت داشته باشی چون سری داره امتحان میگذره و قلم رو یه جوری بگیری شاید بخشی از ناخودآگاه شما بتونه و 65 درصد بهتر از 50 درصده و یه نمرت از تصادفی یه خورده بره بالاتر خب مقاله هنوز تموم نشد یه مقاله پشبندش اومد Ask the pendulum از پاندول یا از آونگ بپرس اسم این مپس رو هم از این در واقع به آریه گرفتم Personality Predictors of Idiomotor Performance جورنال Neuroscience of Consciousness 2017 این رو توسط دپارتمان روانپزشکی دانشگاه مکگیل توی کبک کانادا انجام شده این یه ذره پیچیده تره اینا اومدن با متد پیچیده تر ببینن میشه به فرد یه چیزایی رو یاد بدی چون ببین همیشه اون سوال توی اون کارهای گشو باقی موند که شاید واقعا طرف جوابو میدونسته اون قسمتش لقه که از طرف میپرسی که چقدر این جواب این سوال رو میدونی طرف باید به صورت در درونی بگه دیگه بگه نمیدونم اون نمیدونمش هیچ ابزار سنجش دقیقی نیست فقط شما به این بسنده کردی که راست میگه نمیدونه به مغزش فشار آورده جواب رو نمیدونه ولی اینجا گفتن نه بیایم یه کار دیگه بکنیم اصلا چیزی بهش یاد بدیم که امکان نداره از قبل میدونسته و بعد ببینیم آیا پاندول بهتر جواب میده یا نه اینم مقاله قشنگی. حالا طراحی این چگونه بود طراحی این دو حالت داشت قسمت A سمت چپ تصویر اسلاید ده از فرد میخواستن که یه سوال اونجا در واقع میاد و شما بگو آره یا نه در واقع باید کلامی و به کمک ماوس جواب بدی یعنی پاسخ شما از طریق سیستم خداگاه و آگاه شما صورت اما این خودکار برای چی گرفته دستش گفتن برای اینکه از همه نظر جست تو استیل تو حالتات شبیه آزمون در واقع حالت آزمون باشه این کنترله و این مداخله است برای اینکه عین اون باشه شاید انقباض دستت کمک میکنه بهتر جواب بدی شاید فشار دادن یه شیه که کمک میکنه بهتر جواب بدی در واقع یه زمانی هم میگفتن انقدر به مخت فشار بیا لاره فشار بده شاید جواب رو پیدا کردی اینم برای اینکه عین اون تداعی بشه مونتا به که پاندول بدن دستش گفتن یه قلم با وزن مشابه آونگ بدن دستش اما در گروه در واقع بررسی که در واقع گروه B هست در تصویر B شما میبینید از طرف میخواستن که نمیخواد جواب بدی اصلا بهش فکر نکن ولی پاندول ببینیم به کدوم سو نوسان میکنه یعنی در واقع پاندول رو مثلا قبلش بهش یاد داده بودن که اگر جواب بله هست پاندول عمودی خواهد رفت و اگر جواب خیر هست پاندول افقی خواهد رفت و چندین بار بهش تمرین داده بودن که به بله فکر کنه و پاندول رو عمودی حرکت بده و یا به خیر فکر کنه و پاندول رو افقی حرکت کنه و در واقع بذاریم که خود بدن ببینیم چی جواب خب و اما آزمون چی بود؟ آزمون به این صورت بود که با سرعت بالا در واقع یک سری نشانه به طرف نشون می دادند. به گونه ای که ما می دونیم اگر سرعت بالا باشه سیستم آگاه ما نمی تونه اون نشانه رو درک کنه ابتدای سری تصاویر ماسک در 17 هزارم ثانیه می دادند 17 هزارم ثانیه قابل ادراک خداگاه نیست و بعد در لابلای اون 17 هزارم ها 33 هزار و ثانیه، 33 میلی سکند یک حرف به طرف نشون میدادند مثلا شما فرض کن حرف T حرف R حرف F و دوباره اون ماسک ها یا اون علائم نامربوط یه سری نشانه های فرض کنید که سیمبل ها می اومد برای اینکه این وسط اونا قاطی بشه پس ببینید حالا ممکنه جزئیات رو لازم نباشه خیلی دقیق بدونید داستان اینه که یه سری تصویر با سرعت بالا نشون میدن لابلای تصویرها یه سری حروف نشون میدن که اون هم با سرعت بالاست 33 هزار ثانیه است و بعد دوباره اون تصاویر مخدوش کننده رو نشون میدن حالا سوال سر اینه که سر این ای که حتی به کسری از ثانیه هم نرسیده از طرف سوال میکنن آیا تو اون حرفی که نشون دادیم حرف تی وجود داشت یا نداشت چون با اون سرعت طرف نمیتونه تی رو دیده باشه یعنی به خداگاهش نمیرسه ولی میدونید که اینها ادراکات تحت آستانه است یعنی در ادراکات تحت آستانه ای شما ممکنه که خداگاه حس نکنی ولی بخشی از سیستم ادراکی شما اون حس رو خواهد داشت ولی به خداگاه شما نمیاد و بیان در دو حالت یکی شفایی بپرسن که آیا حرف تی وجود داشت یا نه که با بله یا خیر و کمک ماوس جواب بدی و دیگری بسپرنش به پاندول بگن که پاندول آیا میتونه در واقع جواب بده یا نه خب جواب یه مقدار ناامید کننده است برای دوستان کنکوری اینجا میزان حساسیت یعنی میزان درست گفتن افراد هست بینید واضحا پاندول به پای کلامی نرسید و در واقع وقتی نگاه کردند جنبندیشون این بود که در مجموع پاندول بهتر جواب نمیده البته این رد کننده ی توان آونگ نیست دوستان من برای اینکه شما ممکنه بگین تو این تست بعضیا میگن 33000 سی ثانیه سی شاید اونقدر تو ناخودآگاه ما حک نمیشه رد تریس به جا نمیذاره ولی در هر حال وقتی اون کسری از ثانیه حروف رو نشون دادن متوجه شدن پاندول بهتر از کلام جواب نمیده چی در مجموع در کل افراد ولی یه کشف جالب دیگه پشت بود اگر یادتون باشه مسئله ای رو مطرح کرد که به شخصیتم ربط داره ممکنه اینجوری گفته بشه دوستان عرض منو خوب گوش کنید دقت کنید ممکنه پاندول تو همه افراد نتونه بهتر از خداگاه جواب بده ولی آیا ادعی ای از ابناع بشر وجود دارند که اینها ناخداگاه قویتر یا ناخداگاه فعالتر یا ناخداگاه تر داشته باشند اینا همونایی که ما میگیم شم داره این به دلش میفته درست در میاد شهوداش درست در میاد بعضی آدم ها اصلا شهوداشون غلط در میاد بعضی هم همون تستای که جوابی رو اینجوری میگن میگن والا ما هر دفعه اومدیم به دلمون رجوع کنیم احساسی جواب بدیم غلط در اومده برای همین یاد گرفتیم جواب ندیم ولی یه عده دیگه هستن میگن نه اتفاقا وقتی من ول میکنم یه جوری چشامو میبندم میذارم خود جواب هر چی بود بیاد معمولا از شیر بهتره پس ممکنه انسان ها با هم فرق دارن یه مقدار این داستانم آدم یاد اون تریلوجی یا در واقع تریلوجی که نیست که الان هفتش قسمت درست شده جنگ ستارگان میفته که اون تکه کلامشون این بود Let the force guide you بذار اون نیرو شما رو هدایت کنه که اون لوک سکای واکر یادتون باشه اون دستگاش هم خاموش کرد چشش هم بس گذاشت که مثلا اون شلیکا و تیراندازی و فقط با اون نیروی مرموز د فورس صورت بگیره حتی یه میگن این شکلگیری این باور مجدد توی غربی به اینی که ما اون نیروی ناخودآگاهمون گاهی اوقات از خداگاهمون از ذهن اندیشگر تحلیلگرمون بهتر جواب میده خیلی آش محصول ذهن ما نیست محصول اون فیلم های جنگ ستارگانه اینقدر اونو دیدن دیگه این قضیه رو باور کردن بذار از اون نیروهای مرموز درونیمون استفاده کن خب خلاصه اینا اومدن سنجش ویژگی های فردی رو هم قبلش انجام دادن لوکس آف کنترل رو سنجیدن جایگاه کنترل حالا اینا رو من فرصت کمه نمیشه همشون رو براتون به صورت مبسوط توضیح بدم ولی بعضی از افراد هستن که وقتی اتفاق ها میفته بیشتر باورشون بر اینه که از درون خودشون علیت جوشیده به اینا میگن اونایی که لوکس آف کنترل درونی دارن یا جایگاه کنترل درونی دارن یه عده دیگه هستن که نه معتقدن که وقایع دست خودم نیست بیشتر بیرونی اتفاق میفته خب این یک قضیه است یکی دیگه داریم به نام ترانس این لوکس اف کنترل یا جایگاه کنترل رو فکر کنم اکثریت شما شنیدید اصلا دانشوی روانشناسی روانپزشکی اینا من خیلی کم دیدم این رو نشینده باشه دیگه اصلا اینقدر این مثل نقل و نبات این لغت رو به کار برن ولی یکی دیگه هست که احتمالا زیاد نشنیدید به نام ترانس یا فرا ای". ای چی میگه ترانس این رو میگه میگه بعضی انسان ها هستند که اون حس های ناخداگاهشون همچین مرزبندی با خداگاه نداره و که اطراف اتفاق میفته خیلی راحت سرکوب نمیشه مثلا شما فرض کن شما یک لحظه به ساعت نگاه کنید این یکی از اون تست خیلی قدیم بود شما به ساعت نگاه میکنید مثلا ساعت یه نفر رو نگاه کن ببین ساعت چنده مثلا شما میگی ده و پونزه دقیقه بعد همون لحظه ازش بپرسن اگه گفتی مارک ساعت چی بود خب اکثریت متوجه نمیشه. یا میتونی برعکس بپرسی مثلا بیا اقربه های این ببین چه رنگیه طرف به نگاه میکنه و بعد ازش بپرسی ساعت چند بود میگه آو به اونش دقت نکردم من فقط رنگ هر قبرت گرفت کردم یعنی میبینی جزئیات توی یه عده فیلتر میشه و به خداگاه نمیرسه ولی بعضی ها هستن مثل شرلوک هولمز که در واقع اون قهرمان آرتور کنان اونها اونا به نظر میاد این جزئیاتی رو که من و شما نمیبینیم خیلی تو خداگاهشون پررنگه البته شما فکر نکنید ترانسلیمینالتی لزوما چیز خوبیه برای اینکه هر وقت این جزیات نامربوط و جانبی و فرعی هی hey, همش بیان تو خداگاه شما خب برای شما درد سر ایجاد میکنن و شما در واقع خسته خواهی شد مفهوم ترانسلیمینالتی رو اینجوری تعبیر کردند Transliminality is a hypothesized tendency for psychological material در واقع میشه گفت یک میل یا گرایش فرزیست که مواد روانشناختی مواد روانشناختی یعنی چی؟ یعنی خاطرات یعنی ادراکات psychological material مواد روانشناختی to cross رد بشن the threshold into or out of consciousness که مواد روانشناختی خاطرات ادراکات حافظه ها رد بشن از آستانه و به درون خداگاه بیان یا از خداگاه خارج شن آدمایی که ترانسلیمینالیتی پایین دارن مرز بین خداگاه و ناخداگاهشون خیلی پررنگه یا یه چیزی رو متوجه نمیشن یا میشن یا یه چیزی تو خداگاهشون هست یا اصلا نیست ولی اونایی که ترانسلیمینالند یعنی فرا هستند ممکنه حس هایی رو که من و شما مثلا یه صدای تختق کوچیک ماشین یک پارگی کنار لاستیک نمیدونم یک قفل دری که زامنش عقب رفته اینا همینجور که ما داریم کار میکنیم به خداگاه ما نیاد ولی تو اونا یه ذره میجوشه میاد بالا یعنی مرز نداره از لیمن از ترش هولد از آستانه رد میشه و به همین دلیل این افراد به نظر میاد که اون ناخداگاهشون بیشتر جا داره پا داره که بیاد توی خداگاهشون برای همینه که ممکنه من و شما وقتی داریم مثلا با یکی صحبت میکنیم خیلی متوجه پس زمینه نیستیم ولی اینها پس زمینه رو بهتر حس خواهند کرد حالا ممکنه ترانسلیمینالتی مفهوم فرهنگی باشه ممکنه یه مفهوم ژنتیکی باشه نمیدونیم ولی یک مفهومی هست که معتقدن یک سازه یک تمایل فرضی روانی است بعضی انسان ها ترانسلیمینال بالا هستند بعضیا ترانسلیمینال پایین هستند. و یه چیز جالبم میدونیم اونایی که ترانسلیمینال پایین هستند خیلی دوست دارن هر چیز رو منطقی فکر بکنند خیلی دوست دارن راجع به هر چیزی استدلال بکنند احساساتشون نمیدونم وقایع نامربوط رو خیلی دخیل نمیدونند ولی اونایی که ترانسلیمینالیتی بالا دارند به نظر میاد شهودیان یه جوری هی به دلشون رجوع میکنند و حس میکنند که یه بوهایی میاد یه شم میدارم یه چیزی اینجا غلطه یه چیزی اینجا فرق کرده دقت کردین شما گاهی اوقات این رو دارین نمیدونم من هرچی فکر میکنم این وسیله درسته ولی مثلا پوله رو من حس میکنم یه کلکی تو کاره بعد میری میشموری میبینی ازت زده کم بهت پول داده و در واقع ترانسلیمینال ها اونایی هستن که شم نمیدونم حس اینا دارن و جالبه که ترانسلیمینال ها وقتی ازشون میپرسی بیشتر به امور ESP اکسترا سنسوری پرسپشن اعتقاد دارن به تلپاتی به احزار روح به اینی که گاهی اوقات یه چیزایی به آدم الهام میشه چون اینا در واقع اون مرز خداگاه ناخداگاهشون میشه گفت پرزها در واقع اون سوراخهای میشه گفت فیلترشون بزرگتره چیزای بیشتری رد میشن برای همین شهودهای بیشتری دارن